بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. من امروز میخوام در مورد دو مقوله بسیار بسیار مهم و کاربردی و بسیار مفید برای شما صحبت کنم، در مورد اصطلاحاً بریتینگ تکنیکس یا تکنیک های تنفسی. اصولا تکنیک های تنفسی به دو قسمت کلی یا به دو تکنیک اصلی تقسیم میشن که من امروز قصد دارم دو تا تکنیک رو کامل به شما معرفی بکنم و به صورت عملی هم اونها رو اجرا بکنیم که شما عزیزان و بیماران محترم بتونید به خوبی استفاده کنید. تکنیک تنفسی دیافراگمی یا شکمی که بیشترین کاربرد رو داره، در واقع بیشترین عملکرد سیستم تنفسی و کلن قفسه سینه رو شامل میشه برای شما بیماران عزیز و میتونم بگم بسیار بسیار مفید خواهد بود به چند دلیل. اولا اینکه کمترین تعداد تنفس رو خواهید داشت، یعنی زمانی که شما دارید تکنیک تنفسی قفسه سینه انجام میدید، تعداد تنفستون به شدت کاهش پیدا میکنه. انرژی مصرفی که در این تکنیک در این تنفس انجام میدید به شدت کاهش پیدا میکنه. استرس ها و پریشانی های ریوی شما کاهش پیدا میکنه و خدمت شما عرض کنم جالب تر از این هستش که بیشترین حجم اکسیژن و ساپلیمنت اکسیژن رو بافت های بدن شما دریافت میکنن و بافت هایی که دچار کسر اکسیژنی هستن که عرض کردم قلب، مغز و عضلات و دیگر اندام ها به راحتی اکسیژن کسری اکسیژن خودشون رو جبران میکنن و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ در نهایت این هستش که خستگی در عضلات شما و کلن خستگی عمومی بدن شما کم میشه و به یک آرامش خواهید رسید. خب عرض کردم که در این تکنیک ما تعداد زیاد تنفس برامون ملاک نیست، بلکه عمق تنفس و مدت زمان اجرای این تنفس هست که برای ما مهم هست. و حتی جالب است بدانید که در این تکنیک تنفسی ما نبایستی فشار مضاعف بر عضلات تنفسیمون وارد بکنیم. چرا؟ چون همان خودش باعث ایجاد خستگی در عضلات تنفسی ما میشه که در نهایت اون هم برای ما، برای شمای بیمار در واقع خوشایند نیست. برای اجرای تکنیک تنفسی شکمی یا دیافراگمی ابتدا میبایستی شما پوزیشنتون رو اصلاح بکنید. به چه صورت؟ به این صورت که پشتی شما کاملا به پشتی صندلی بایستی تکیه داده بشه و تمام عضلات پشت قفسه سینه شما در حالت ریلکس باشه. به طرفین و به سمت جلو یا عقب متمایل نباشید. بدن کاملا صاف، سر بالا، دید رو به جلو، پاها جفت کنار هم دیگه و دست ها میتونه روی پا در ابتدا قرار بگیره به صورت یک نشستن آناتومیک. وقتی این حالت پیدا شد، برای انجام تکنیک تنفسی دیافراگمی ما ابتدا میتونیم دست ها رو روی شکم و قفسه سینه به عنوان هدایتگر، نه هیچ نقش دیگه، فقط صرفا به عنوان هدایتگر قرار بدیم. زمانی که پوزیشنمون رو اصلاح کردیم میبایستی به مدت 2 تا 3 ثانیه با دهان بسته هوا رو از طریق بینی وارد محفظه شکمی ریه هامون بکنیم، طوری که احساس کنیم شکممون کاملا برآمده شده. 1 ثانیه هوا رو نگه میداریم و به مدت 4 ثانیه از طریق دهان نیمه باز با یک فشار ثابت عمل بازدم رو انجام میدیم. مهمترین نکته این تکنیک این هستش که شما میبایستی عمل به بیشترین تمرکز شما و توجه شما به عمل بازدم شما باشه. چرا؟ به خاطر این هستش که شما زمانی که بازدمتون طولانی مدت میشه، یعنی 4 ثانیه طول میکشه با یک فشار ثابت و دهان نیمه باز، این اتفاق زمانی که میفته بیشترین در واقع تحرک پذیری رو در عضلات داخلی قفسه سینه شما، مخصوصا در عضلات بازدم
که نقش تعیین کننده‌ای در واقع رفع انسداد سیستم تنفسی شما و دفع ترشحات ریوی شما داره خواهد داشت. پس بنابراین به همین دلیل هست که گفته میشه عمل بازدم برای شما بیمارانی که مبتلا به این ویروس شدین بسیار بسیار حائز اهمیت هست که عرض کردم خدمت شما. و هر چقدر این نکته رو به عنوان نکته آخر در مورد این تکنیک عرض کنم که هر چقدر مدت زمان عمل دم و بازدم شما و بهتره بگم بیشتر بازدم شما طولانی تر باشد، نشان دهنده سلامت و تقویت سیستم تنفسی شماست که در نتیجه تهویه ریوی شما افزایش پیدا میکنه و بیشترین حجم دریافتی اکسیژن رو در بافتای بدن شما به خصوص خون شما خواهیم داشت. عزیزان دقت بکنید، برای انجام تکنیک تنفسی دیافراگمی یا شکمی این تکنیک رو شما میتونید 30 بار در روز تکرار بکنید. میتونید نصفش رو بعد از ظهر انجام بدید، نصفش رو صبح انجام بدید و بین انجامش اگر سیستم تنفسی و عضلات شما خسته شد که ممکن این اتفاق بیفته میتونید یک استراحت بکنید، دوباره تکنیک رو تکرار بکنید. یک نکته دیگه در مورد تکنیک تنفسی شکمی یا دیافراگمی این هستش که شما زمانی که تمام هوای جذب شده در قسمت شکمتون رو در واقع خالی کردین در عمل بازدمی که مدت 4 ثانیه طول میکشه، ممکنه برخی از بیماران اکثرا دچار سرفه میشن و این سرفه عرض کردم برای شما یک فاکتور مثبت هست و اصلا جای نگرانی نیست. خسته نباشید.